حال که آمریکا و چین توافق کردند به طور موقت از افزایش تعرفه‌های گمرکی خودداری کنند، این سوال مطرح می‌شود که آیا این دو اقتصاد بزرگ جهان می‌توانند در 90 روز تعیین شده به توافق قطعی و جامع برای پایان دادن به جنگ تجاری بین طرفین دست یابند؟ پتسی ویداکاسکووا در گزارش خود به دنبال این پاسخ است. بازارهای سهام به توافق آمریکا و چین که برای 90 روز آینده تعرفه‌های گمرکی جدید وضع نکنند واکنش مثبت نشان داد. پکن و واشنگتن می‌خواهند در این مدت برای حل اختلافات تجاری و حصول توافق تجاری جدید تلاش کنند. دو کشور جزئیات بیشتری ورای بیانیه رسمی منتشر شده ارائه ندادند. کاخ سفید می‌گوید چین قول داده است بلافاصله برای لغو تعرفه‌ها و دیگر موانع غیر گمرکی اقدام کند و با بیش از 1 تریلیون دلار تعهدات تجاری بیشتر نیز موافقت کرده است. اینها به شرایط بازار بستگی دارد، به تقاضای مصرف کننده و وضعیت اقتصادی بستگی دارد. آنچه از نظر من مهم است این است که چین حداقل تعرفه ها را کاهش می دهد. از نظر من این به همراه کاهش موانع غیر گمرکی تغییری ساختاری است. سرعتی که چین به این تعهدات عمل کند نشان خواهد داد تا چه حدی در حصول یک توافق جدی است. به نظر می رسد شی جین پینگ آماده است اقداماتی مشخص و روشن بردارد که ممکن است رضایت دولت ترامپ را جلب کند. البته این را نمی توان با نگاه کردن به بیانیه این دو کشور دید، زیرا بسیار با هم تفاوت دارند. در بیانیه چین هیچ چیز مشخصی دیده نمی شود. تحلیلگران باز شدن بالقوه بازارهای چین را پیش بینی می‌کنند، به ویژه در بخش مالی و اتومبیل سازی. اما پکن احتمالاً به تمامی خواستهای واشنگتن پاسخ نخواهد داد. تحلیلگران می‌گویند پرزیدنت ترامپ نهایتاً ممکن است مصالحه ای را بپذیرد. به نظر من امکان مصالحه‌ای وجود دارد، زیرا از رشد اقتصاد آمریکا احتمالاً در اواسط 2019 کاسته خواهد شد. به نفع دولت ترامپ خواهد بود که به جای یک جنگ تجاری به نوعی به یک توافق برسد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند گرچه چین در گذشته زیر قول‌هایش زده است، اما مذاکرات هرگز تا این حد پیشرفت نکرده بود و طرفین از مسئولیت‌هایی که دارند واقفند. به نظر من پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت شی رابطه بسیار مهمی برقرار کردند. فکر می‌کنم هر دو مسئولیت‌هایی که به عنوان بزرگترین دو اقتصاد جهان دارند به خوبی درک می‌کنند. اگر واشنگتن و پکن نتوانند تا اول مارس 2019 به توافقی دست یابند، دولت ترامپ تعرفه‌های گمرکی را تا 25% افزایش خواهد داد. سامان پژوهان، صدای آمریکا، واشنگتن.